در حالی که کمتر از 10 روز به ضرب الاجل تکمیل خروج سربازان آمریکایی از افغانستان باقی مانده است، هزاران افغان نهایت ناامید اطراف میدان هوایی کابل را احاطه کردند، جایی که از چند روز بدین سو شاهد تداوم هرج و مرج است. به نظر می رسد صدای گلوله‌باری دیگر حتی برای کودکان نیز هشدار دهنده نیست. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه این عملیات را بزرگترین و دشوارترین عملیات تخلیه هوایی در تاریخ خواند. آقای بایدن و آمریکایی‌ها تعهد سپرد که هر آن کس که می‌خواهد از افغانستان خارج شود، شما را به خانه خواهیم رساند. نمی‌توانم وعده دهم که نتیجه نهایی چی خواهد بود و چی خواهد شد، یا اینکه بدون خطر یا تلفات خواهد بود. اما با عنوان سرقومندان اعلی می توانم اطمینان دهم که هر منبع مورد ضرورت را منسجم خواهم کرد. حکومت بایدن تخمین می کند که حدود 10 تا 15 هزار آمریکایی افغانستان را ترک کردند. جو بایدن گفت که او همچنان متحد به تخلیه افراد دارای ویزای خاص مهاجرت می باشد. احتمالاً 10 هزار ترجمان افغان که در تلاش های آمریکایی ها همکاری کردند و زندگیشان تحت حاکمیت طالبان با هراس همراست. هیچ موضوعی مهمتر از آوردن آمریکایی ها به ایالات متحده نیست. این موضوع را میپذیرم، اما به گونه مساویانه تقریبا همه آن عده افرادی که ویزای خاص مهاجرت دارند که در حقیقت ما را کمک کرده اند با اهمیت و مهمند. سازمان های مدافع حقوق بشر مثل سارا هولوینسکی، رئیس دیدبان حقوق بشر مستقر در واشنگتن، می گویند که این اقدامات کافی نیست. من و سایر همکاران حقوق بشر من از آنچه از حکومت بایدن می شنویم راضی و خوشحال نیستیم. شب و روز با وزارت دفاع، خارجه، اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID و قصر سفید کار می کنیم. افراد در آن پست‌ها هستند که 24 ساعت به خاطر خارج کردن افغان‌ها کار می‌کنند. لذا این تلاش‌ها جداً از آن است و اینها تلاش‌های شگفت‌آورند. اما از لحاظ پالیسی ما نمی‌شنویم که یک اولویت برای خارج کردن آن عده افغان‌های وجود داشته باشد که در خطرند. این افراد مدافعین حقوق بشر، زنان، خبرنگاران، افراد اکادمیک، کسانی که ویزا ندارند و حتی پاسپورت ندارند، این افراد چه کار کنند؟ این عملیات بزرگ مشکلات را هم در پی داشته است. با ازدحام تأسیسات پذیرش مسافران در قطر، پروازها روز جمعه برای ساعت‌ها به تعویق افتاد. چالش بزرگی دیگر برای آمریکایی‌ها و متحدین افغان واشنگتن رسیدن به میدان هوایی و عبور از پست‌های تلاشی طالبان است. ایالات متحده بر عملیات نجات برای کمک به این افراد غور می‌کند. چندین کشور پیمان ناتو اما پیشنهاد کردند که میدان هوایی کابل برای روند تخلیه فراتر از 31 اگست باز بماند. فاکتورهای محدود کننده ناشی از کمبود تیاره نیست. این فاکتورها در حال حاضر توانایی مردم در رسیدن به میدان هوایی، طی مراحل و سوار شدن به تیاره است. نظامیان اضافی آمریکایی برای کمک به روند تخلیه به میدان هوایی کابل اعزام شدند. حکومت به رهبری بایدن گفته است که اکنون 6000 منصوب نظامی آمریکایی در میدان هوایی کابل مستقر است. تاکنون ایالات متحده برنامه برای گسترش محدوده امنیتی فراتر از میدان هوایی کابل روی دست ندارد تا به گفته رئیس جمهور بایدن از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.